فیلم از اونجای شروع میشه که در سال 1979 یه زن به اسم آلیس گولد بعد از ابتلا به سوء ظن شدید به مرکز روانپزشکی فرستاده میشه. اون یه نامه از پزشک خانوادگیش به اسم دکتر دوناتیف و تمام مدارکی که توسط شوهرش هلیودورو رو امضا شده به دکتر نشون میده. قبل از پذیرش دکتر چند تا سوال در مورد یادداشتای دکتر دوناتیف ازش میپرسه. توی یادداشتا نوشته شده که آلیس میتونه در عرض چند ثانیه یه داستان دروغین بسازه و هر کسی رو فریب بده. در طول گفتگو متوجه میشیم اون به این دلیل به بیمارستان روانی فرستاده شده که چند بار در گذشته سعی داشته شوهرش رو مسموم کنه. اما آلیس این اتهامات رو رد میکنه و میگه همه چی برعکس بوده، چون شوهرش میخواد ثروت اونو بالا بکشه. آلیس با دکتر کاستل آشنا میشه که از قضا معاون اون مرکز روانشناسی هم هست. دکتر همه جا رو به آلیس نشون میده و کمکش میکنه تا مراحل پذیرش رو طی کنه. زن همه ی وسایلش رو تحویل میده و تحت معاینه پزشکی قرار میگیره. اما به درخواست اون دکتر بهش اجازه میده تا یکی از کتاباش رو پیش خودش نگه داره. جلوتر آلیس رو توی سلولش میبینیم که داره بریده های روزنامه و کاغذهای مختلف رو بررسی میکنه که اونا رو توی کتابش قایم کرده بوده. بریده های روزنامه به مرگ مرموزه ی مرد مرتبطه که قبلا توی اینجا بستری بوده. اینجا میفهمیم که آلیس یه کارگاه خصوصیه که توسط یه مرد به اسم دل اولمو استخدام شده. از قضا پسر اون مرد توی این بیمارستان بستری بوده که میمیره و علت مرگ خودکشی اعلام میشه. پس آلیس هم مأمور شده تا اسرار مربوط به مرگ پسر دل اولمو رو کشف کنه. روز بعد آلیس با ایگناسیو ملاقات میکنه. یه بیمار که به نظر میرسه هیچ مشکلی نداره. اون حتی اجازه حمل فندک و سیگار رو داره که بیماری دیگه ندارن. وقتی دارن صحبت میکنن یه مرد کوتاه قد به اسم اویدا یواشکی از زیر میز ناهارخوری بیرون میپره و با اسمش آلیس بترسه. اما ایگناسیو با اون دعوا میکنه و اینجا سر و کله یه بیمار دیگه به اسم مرد فیلی پیدا میشه که اون طرف اویدا رو میگیره. ایگناسیو همه جا رو به آلیس نشون میده و در مورد دو تا پسر دوقلو به اسم رومولوس و روموس بهش میگه. رومولوس لاله و روموس ادای بقیه رو در میاره و جون خودشو برای دفاع از یه دختر بیمار که فکر میکنه خواهر کوچیکترشه به خطر میندازه. توی صحنه بعد آلیس با دکتر آرلانو دیدار میکنه تا تحت ارزیابی روانشناختی قرار بگیره. بعد از یه مکالمه کوتاه، دکتر از آلیس خوشش میاد و بهش اعتماد میکنه. و وقتی آلیس ازش میخواد کلید سرویس بهداشتی رو بهش بده، بدون تردید این کارو میکنه. آلیس هم کاری میکنه تا لوله های آب بگیره و حواس نگهبان پرت بشه تا زمان کافی برای گشتن توی بایگانی رو پیدا کنه. بعد از بررسی لیست بیمارایی که روز حادثه از اونجا بیرون رفتن، متوجه میشه که فقط ایگناسیو و اویدا اجازه خروج از مرکز رو داشتن. معلوم میشه که پدر پسر یه نامه ای از قاتل دریافت کرده. آلیس هم فکر میکنه نامه توسط کسی نوشته شده که مبتلا به اسکیزوفرنیه. روز بعد به ایگناسیو نزدیک میشه تا بفهمه اون اسکیزوفرنی داره یا نه، که متوجه میشه مرد اجازه داره هر وقت خواهرش به دیدنش میاد مرکز رو ترک کنه، که شک آلیس به یقین تبدیل میشه. نامه رو بهش نشون میده و میپرسه که آیا اون نوشته یا نه. اما مرد انکار میکنه و با عجله از پیشش میره. آلیس دنبالش میکنه و سعی میکنه جلوشو بگیره و در همین لحظه بارون شروع به باریدن میکنه. ایگناسیو تشنج وحشتناکی میکنه و پوستش تاول میزنه. معلوم میشه که اون از آبگریزی رنج میبره و اسکیزوفرنی نداره. آلیس به ملاقاتش میره و انگیزه واقعی خودش از حضور توی اونجا رو فاش میکنه و ادعا میکنه که فقط دکتر الوار که مدیر تأسیساته از تحقیقات مخفی اون خبر داره و بهش دسترسی داده تا کنار بیمارا باشه و بتونه این پرونده رو حل کنه. ایگناسیو میگه پسری که مرده با اویدا اختلاف داشته و از قضا اون شب اویدا هم گم شده بوده. روز بعد آلیس متوجه میشه که اویدا زنای دیگر رو اذیت میکنه و اونو دنبال میکنه تا به وسط جنگل میرسه. اونجا رومولوس و خواهرش رو میبینه. رومولوس یه خونه موقتی درست کرده تا هر از گاهی به اونجا بره و وقتی آلیس رو میبینه فکر میکنه مادرشه. آلیس هم چیزی نمیگه و وانمود میکنه که مادر اوناست. بعد صدای چیزی رو از جنگل میشنوه و میره تا ببینه چی بوده.
مرد کوتاه‌قد بهش حمله میکنه و سعی داره اذیتش کنه، اما یهویی یه نفر به سر مرد ضربه میزنه و بعد صفحه نمایش به رنگ سیاه در میاد. وقتی آلیس چشمشو باز میکنه میبینه که به تخت بسته شده. دکتر آرلانو بهش میگه که اون اویدا رو کشته، اما آلیس به خاطر نمیاره کسی رو کشته باشه و میگه ممکنه در دفاع از خودش به هیچ ضربه زده باشه. آلیس در مورد ماموریت واقعیش به دکتر آرلانو میگه و ازش میخواد آزادش کنه، اما دکتر حرفشو باور نمیکنه. بزن مجبور میشه بگه که دکتر الوار کاملا از قضیه اطلاع داره و میتونه از اون بپرسه. کمی بعد دکتر الوار سر میرسه و ادعاهای آلیس رو رد میکنه و میگه ممکنه اون توهم زده باشه. آلیس نامه هایی رو که در مورد تحقیقات قتل نوشته شده بود بهش یادآوری میکنه، اما به نظر میرسه دکتر الوار از هیچی خبر نداره. آلیس عصبانی میشه و اونو هول میده تا بتونه فرار کنه، اما نگهبانا سر میرسن و بهش آرام بخش میزنن. سه روز بعد آلیس به هوش میاد و دکتر کاستلو میبینه که مقابلش ایستاده. دکتر بهش میگه تا زمانی که هیئت پزشکی تایید نکنه نمیتونه بهش کمک کنه. اون پرونده خودش رو ارائه میده، توضیح میده که دکتر دلولمو اونو به عنوان یک کارگاه خصوصی برای بررسی مرگ پسرش استخدام کرده. با این حال دکتر الوار همچنان اصرار داره که مرگ اون پسر خودکشی بوده و از هیچی اطلاعی نداشته. به خاطر بعضی اختلافات در مورد پرونده آلیس به نظر میرسه که هیئت پزشکی با هم بحث میکنن. با گذشت زمان به نظر میرسه دکتر کاستل و آرلانو داستان آلیس رو باور میکنن، اما دکتر الوار معتقده که اون یه دیوونه یه خطرناکه و میگه آلیس سعی کرده شوهرش رو مسموم کنه فقط برای اینکه نمیتونسته این واقعیت رو بپذیره که شوهرش به خاطر پول باهاش ازدواج کرده. اما وقتی به نیت اون پی میبره، پزشک خانواده رو در جریان میذاره و آلیس واقعیت رو توی ذهن خودش تحریف میکنه و به اونا دروغ تحویل میده. پزشکا سعی میکنن با شوهر زن و دکتر دوناتیف تماس بگیرن، اما اونا رو پیدا نمیکنن. در همین حین ایگناسیو به دفتر مدیر میره و میگه آلیس اویدا رو نکشته. اون ادعا میکنه که دیده اویدا میخواسته اونو اذیت کنه، اما خودش سر میرسه و اویدا با دیدنش فرار میکنه و وسط جنگل به یه چیزی برخورد میکنه. در همین حین یه مرد توی دفتر حضور داره که خودشو دلیلمو معرفی میکنه. آلیس شوکه میشه چون مرد خودشو به اون دلیلمو معرفی کرده بود و وقتی ارتباطش با آلیس رو انکار میکنه عصبانی میشه. مامورای امنیتی سر میرسن و اونو میبرن. آلیس تحت شوک درمانی قرار میگیره. کلی داروهای آرام بخش بهش تزریق میشه و روزها بیهوش میمونه. در طول این درمانهای طاقت فرسا متوجه میشه که همه اینا تله‌ای بوده که شوهرش پهن کرده بوده. اما متوجه میشه مردی که نقش دلولمو رو بازی میکنه از طرف شوهرش برای کلاهبرداری استخدام شده. هلیودورو کسی بوده که اونو درگیر این تحقیقات کرده تا با پای خودش وارد بیمارستان روانی بشه و تا آخر عمر اونجا بمونه. وقتی آلیس به هوش میاد به دکتر کاستل میگه که همه اینا نقشه شوهرشه و ازش میخواد تا حساب بانکیشو چک کنه و اگه پولی گم شده باشه ثابت میکنه که اون راست میگه. دکتر کاستل وارد دفتر الوار میشه و مدارک آلیسو بررسی میکنه. متوجه میشه که هلیودورو 20 برابر مبلغ استاندارد برای بستری کردن آلیس پرداخت کرده. از طرف دیگه دکتر آرلانو به خونه آلیس میره و متوجه میشه شوهرش فرار کرده. این موضوع رو به اداره پلیس گزارش میده، اما رئیس پلیس بدون اجازه نمیتونه پرونده تشکیل بده. آلیس توی بیمارستان همه رو جمع میکنه و ازشون میخواد کمک کنن تا از اونجا فرار کنه. اون از ایگناسیو فندکشو میگیره و وقتی شب میشه کل ساختمون آتیش میزنه. ایگناسیو شعله های آتیشو تماشا میکنه و بعد از پرت کردن حواس نگهبانا از سلولش میره بیرون و شروع به باز کردن قفل تمام سلولای دیگه میکنه. آتیش باعث یه هرج و مرج بزرگ میشه و همه شروع به دویدن میکنن. این یه فرصت ایدئال به آلیس میده تا فرار کنه. در همین حین ایگناسیو رومولوس رو پیدا میکنه که بد جور زخمی شده و سعی میکنه بهش کمک کنه، اما متوجه میشه که خیلی دیر شده. وقتی آلیس به خروجی ساختمون میرسه یه زنی که سوار ماشینه بهش نزدیک میشه، ازش میخواد که درو باز کنه. اون میگه پزشکی قانونی اونو فرستاده تا جسد رو بررسی کنه. آلیس گیج شده چون خبر نداره رومولوس مرده، اما درو براش باز میکنه. وقتی آلیس میخواد فرار کنه دکتر پزشکی قانونی ازش میپرسه کجا میتونه جنازه رومولوس رو ببینه و با شنیدن این حرف
نظر آلیس عوض میشه. زن رو بیهوش میکنه و لباساش رو باهاش عوض میکنه و با لباس مبدل به ساختمون بر میگرده و جسد رومولوس رو بررسی میکنه. توی اتاق معاینه دکتر الوار و رئیس پلیس حضور دارن. آلیس ادعا میکنه علت مرگ افتادن یه شیء سنگین به قفسه سینه‌شه که چند تا از استخوناش رو خورد کرده. اون میگه قطره رومولوس کار مرد فیلی بوده. از قضا مرد فیلی از خواهر رومولوس خوشش میومده ولی نمیتونسته بهش نزدیک بشه. و به علاوه بهترین دوستش اویدا هم دیگه پیشش نبوده. آلیس میگه رومولوس کسیه که اویدا رو کشته. پس مرد فیلی دلیل کافی برای کشتن اون داشته و از فرصت استفاده کرده. وقتی میرن سراغ مرد فیلی، آثار عمیق زخم رو توی دستاش پیدا میکنن و اونو دستگیر میکنن. رئیس پلیس از ذکاوت آلیس خوشش میاد. بعضن بهش میگه یه کارگاه خصوصیه که برخلاف خواستش توی بیمارستان بستری شده. رئیس پلیس ادعا میکنه که حساب بانکی شوهرش رو چک کردن و متوجه شدن همش خالی شده که این حرفای زن رو ثابت میکنه. پلیس سریع رسیدگی به پرونده رو شروع میکنه و کارکنای تیمارستان یه نامه به شورای شهر مینویسن و میگن مدیر این مرکز فاسده. روز بعد آلیس یکی از برادرای دوقلو رو میبینه و بهش میگه میدونه اون رومولوسه و برادرش روموس بوده که کشته شده. وقتی آتیش شروع میشه رومولوس میره به کمک خواهرش، اما مرد فیلی روموس رو با اون اشتباه میگیره و اونو میکشه. پسر از این موضوع تعجب میکنه، اما زن بهش میگه فقط اون متوجه تفاوت اون دوتا میشه چون مادرشونه. اونو بغل میکنه و میگه بعد از مرخصی به دیدنش میاد. توی صحنه بعد آلیس برای رسیدگی به پرونده پزشکیش به هیئت پزشکی میره و اونجا دکتر کاستل میگه شوهرش گم شده و تنها چیزی که میدونن اینه که اون در جنوب آسیاست. زن میگه ناپدید شدن شوهرش و دکتر دوناتیف تصادفی نیست، چون اون دوتا با دیوونه جلوه دادن اون میخواستن پولاشو به جیب بزنن. اما دکتر الوار هنوزم باورش نداره. اون میگه فقط به خاطر اینکه شوهرش پولاشو برداشته و فرار کرده نمیشه ثابت کرد آلیس قصد مسموم کردن اونو نداشته. همه به نفع آلیس رای میدن، اما دکتر الوار تصمیم میگیره رای نده و میذاره بقیه تصمیم بگیرن. اون از سمت خودش استعفا میده و دکتر کاستل به جای اون منصوب میشه. هیئت مدیره به نفع آلیس رای میده، اما دکتر الوار قبل از رفتن میگه با دکتر دوناتیب صحبت کرده. اون بعد از یه جلسه کاری در زونیخ با همسرش به تعطیلات رفته و فرار نکرده. اون ادعا کرده که توطئه‌ای در کار نبوده و قبول کرده به دادگاه بیاد. وقتی الوار میره، یه پیرمرد که آلیس فکر میکنه درولموه وارد میشه و بهش میگه این بار خودتو به چه دردسری انداختی. آلیس دوباره مات و مبهوت میشه و اینجا فیلم تموم میشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.